سلام دیشب یک ویدیو منتشر کردم عنوانش این بود که آسانترین فرمول رسیدن به آرامش واقعی خب خیلی مورد استقبالتون قرار گرفت و کلی هم کامنت در این ویدیو دریافت شد در یکی از کامنت ها یکی از دوستان عنوان کردن که آقای نامدار شما مشکلات بزرگی نداری و آدم موفقی هستی برای همینم هم هست که در آرامش هستی خیلی حیفم اومد که در این موضوع صحبت نکنم و کامنت این دوست رو با یک ویدیو خدمت شما تقدیم نکنم این اولین ویدیو از سری پاسخ ویدئویی به کامنت ها هست تا پایان با من همراه باشید وقت بخیر دوستان جان همراهان دوست داشتنی امیدوارم حالا همگی خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا یک پله بالاتر هست من در یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت می کنم اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید چه فرصتی بهتر از الان دکمه سابسکرایب رو بزنید کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر کنم یوتیوب شما رو هم باخبر بکنه یه گریزی بزنیم به ویدیو دیشب ساده ترین فرمول رسیدن به آرامش واقعی از این صحبت کردیم که گذاری صلح با خود حال خوب با آنچه که داریم حال خوب با آن وضعیتی که هستیم ما رو به آرامش واقعی میرسونه اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما برید کلیک کنید و ببینید اما در بین کلی کامنت قشنگ یک دوستی گفته بود که آقا نفست از جای گرم برمیاد بذار بگم دقیقا کامنتشون چی هست نوشتن که ولی من فکر میکنم شما مشکلات بزرگی ندارید و موفق هستید برای همین آرامش دارید خب بیایم در موردش صحبت بکنیم چند تا مورد در مورد این کامنت وجود داره یکی این که دوستان اون آدمی که شما از بیرون میبینید و یه ویترینی ازش میبینید فکر نکنید این آدم مشکل در زندگیش نداره این یه نکته من هم مستثنا نیستم یعنی هر چقدر که ویترین و ظاهر و همه چیز اوکی دیده بشه در زیر آب مانده در واقع در اون لایه آبی که هست زیر اون کوه یخ همیشه همیشه مشکلاتی وجود داره این نکته شماره یک است نکته شماره دو کی گفته که اصلا ما در زندگی نباید مشکل داشته باشیم اصلا چرا فکر میکنید زندگی بی مشکل زندگی بهتری هست مگر شما همچین وعده ای رو از کسی دریافت کردید اصلا مگر منتظر چنین روزی هستید چرا فکر میکنید این یه مشکل رو هم حل کنید دیگه پیش نخواهد آمد اون یه دونر هم اگر تیک بزنید دیگه آخری هست این هم تموم بشه دیگه تمام هست اصلا اینجوری نیست کسی به ما وعده زندگی بی مشکل نداده و نکته شماره سه این نکته ها رو میگم بعد باز میکنم او نکته شماره سه مشکل یا چالش مشکل یا مسئله نوع نگاه ما هست که تعیین میکنه که چیزی که الان ما در حال تجربهش هستیم یک چالش هست یک مسئله هست یک موضوعی برای حل و فصل کردن هست یا یک مشکل هست من قبلا هم در این موضوع ویدیو منتشر کردم ولی اینجا میخوام باز کنم پس سه تا نکته رو من سریع بار دیگه مرور کنم بیام در مورد خودم در موردشون صحبت بکنم نکته شماره یکیم این بود که اصلا نگاه به ویترین بیرونی انسان ها نکنید تمام انسان ها مشکلاتی در درونشون و در زندگی خودشون دارند نکته شماره دو کی گفته که زندگی باید بدون مشکل باشه و نکته شماره سه مشکل یا مسئله این رو شما باید انتخاب بکنید حالا بیام در مورد آیدین نامدار صحبت بکنیم ببینید دوستان من الان در آرامش هستم به معنای واقعی هم در آرامش هستم این اصلا نه تعارف داره نه ظاهر سازی میشه کرد نه میشه در موردش دروغ گفت اما به این معنا نیست که من در زندگیم چالش ندارم من در زندگیم دقیقا در امروز روز چالش هایی دارم چالش هایی رو تجربه میکنم، کنم چالش هایی رو دارم حل و فصل میکنم که شاید اگر بیام اونها رو برای شما لیست کنم شما باورتون نشه و بعد بگید واو با وجود این چالش ها این آدم جلوی دوربین چی کار میکنه این آدم همش بین تبریز و تهران در رفت آمد چی کار میکنه این آدم این همه پروژه مشاوره بزرگ رو چجوری داره هندل میکنه جلسات مشاوره رو داره چجوری مدیریت میکنه من به شما میگم من به شما میگم به واسطه مایندست یا وضعیت ذهنی تر و تمیزی که من در مورد این چالش ها دارم من نگاه متفاوتی به چالش های زندگیم دارم. من چالش های زندگیم رو دوست دارم. و پیرو ویدیو دیشب، من حتی با چالش های زندگیم هم در صلح هستم. چرا؟ چون پذیرفتم که چالش های زندگی من مسیر رشد من هستند. من با هر کدام از چالش های زندگیم یک یا تعداد زیادی درس جدید یاد میگیرم. وقتی که یک چالشی رو به پایان میرسونم و سر بلندانه ازش بیرون میام من دیگه اون آدم قبلی نیستم تجربه زیستی جدید دارم قدرت بیشتری کسب کردم و میرم جلو به علاوه این که من اصلا زندگی رو بی چالش نخواستم تا به امروز با چالش ها در صلح هستم و همینم هم هست که حالم خوب هست چالش سلامتی چالش بالاخره در دور و برای اطرافیان چالش های ریز و درشت کاری همه چیز همه چیز ولی مسئله اینجاست که من جوری به این چالش ها و به این مسئله ها نگاه میکنم که نه تنها حالم باشون بد نیست بلکه از اینکه توان مدیریت اینها رو دارم حالم بسیار هم خوب هست احساس قدرت میکنم من با شما تعارف ندارم که من وقتی که یه چالشی رو میذارم رو میز و شروع میکنم به فکر کردن در موردش احساس قدرت میکنم یه نکته ای در مواجهه من و چالش ها و مسائل زندگیم هست اونم اینه که من هیچ وقت از پایین به مشکلات و چالش ها نگاه نکردم هیچ وقت فکر نکردم که یک مسئله و یک چالش یا به عبارت یک مشکلی بزرگتر از من هست من همیشه از بالا نگاه کردم همیشه که میگم اشتباه ها از وقتی رشد کردم از وقتی خودم رو در واقع بهبود دادم از وقتی که رو خودم کار کردم من به مشکلات و مسائل و چالش های زندگی از بالا نگاه کردم وقتی از بالا نگاه میکنید خیلی کوچیک میشه وقتی از بالا نگاه میکنید شما اشراف دارید وقتی از بالا نگاه میکنید شما کارگردان هستید شما میتوانید یک چالش و یک مسئله رو حل و فصل بکنید وقتی از پایین نگاه میکنید واو خیلی بزرگ کی میخواد باش مواجه بشه این من از پا در میاره کی تمام میشه کجا یکی با اسب سفید میاد و من رو از دست این وضعیت نجات میده وقتی از بالا نگاه میکنید خودتون اون سوار بر اسب سفید هستید که باید یک چلنجی رو در زندگیتون حل و فصل بکنید من یه نکته ای هم که میخوام بهتون بگم این هست من باور دارم که اگر چلنجی در زندگی من پیش میاد به اندازه وسع من هست به اندازه توان من هست و من در حل و فصل این چلنج تنها نیستم سر سوزن ایمان واقعی به شما میگه که شما در چلنج های زندگیتون با چلنج های زندگیتون تنها نیستید که یک قدرتی، یک انرژی، یک نیرویی، یک رب بی پشت شما هست برای حل و فصلش تا شما نمیخواید قدم بردارید تا اون کمک کنه انتظار دارید بیاد جلوتر از شما حل و فصل کنه همچین مکانیزمی وجود نداره شما باید به دل چلنج ها برید شروع بکنید به حل کردن اونها مبارزتون رو شروع بکنید بعد ببینید چه امدادی دریافت میکنید چه راههایی به شما گفته میشه چه آدم هایی به سوی شما هدایت میشن برای اینکه همون چلنج رو برای شما حل بکنه و نکته پایانی و نکته پایانی کسی به من وعده زندگی بدون چلنج نداده. و این من هستم که زندگی رو با وجود چالش هاش دوست دارم اصلا قشنگیش به همین هست آدمی که یه روزی رو تصور کنید که شما هیچ چالشی در زندگیتون نداشته باشید آب راکت آب گندیده به هیچ دردی نمیخوره حالا شما اگر انتخاب میکنید که زیر بار مشکلات له بشید هیچ کاریش نمیشه کرد انتخاب من این هست که پا بگذارم روی تک تک مشکلات و بالا برم و این نکته رو بگم آه دوستان اگر فکر میکنید مشکلات شما از مشکلات من بزرگتر هست اشتباه میکنید شما که نمیدونید من الان صادقانه میگم که با چه چلنج هایی در زندگی مواجه هستم حالا من باشون خوبه باشون در صلح هستم و مو به مو دارم مدیریتشون میکنم و میرم جلو وقتی که شما احساس میکنید مشکلات شما از مشکلات من بزرگتر هست من یک تفسیر براش دارم اونم که شما در مقابل مشکلاتتون ضعیفتر از من امروز هستید اتفاقی که میخوام برعکس بشه اتفاقی که میخوام شما بزرگتر بشید قویتر بشید و امیدوارم این ویدیو این تلنگر رو به شما بزنه خیلی خوشحالم که تا اینجا کنار هم دیگر بودیم و امیدوارم که این ویدیو و این پاسخی که من به کامنت این دوست گرامی دادم براتون مطلوب باشه نظرتون رو هم بنویسید از این به بعد ویدیو پاسخ به کامنت رو تکرار خواهیم کرد این شماره یکش بود سعی میکنم زود زود از این ویدیوها براتون بذارم اینجا پایان این ویدیو هست یوتیوب قرار قرار هست که به شما دو تا ویدیو دیگر رو از این چنل پیشنهاد بکنه یکی رو انتخاب بکنید و مسیرتون رو با من ادامه بدید اگر هم سابسکرایب نکردید چرا چرا سابسکرایب نکنید دکمه سابسکرایب رو بزنید که دکمه زنگوله بزنید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر میکنم یوتیوب شما رو باخبر بکنه پایان در پناه حق بدرود خدا نگهدار